بخوایم مجدد بریم سراغ فصل دوم، یکی از فصل‌های فوق‌العاده مهم و دوست داشتنی این کتاب است. یه مقدار شاید برای بچه‌ها سنگین باشه، فهمش مشکل باشه، بحث الکتروشیمی. بریم با هم دیگه پرقدرت کارو جلو بریم. آقا الکتروشیمی چیه؟ ببینید بچه‌ها، شاخه‌ای از دانش شیمیه که در بهبود خواص مواد و تامین انرژی نقش بسزایی داره. حالا برخی قلمروهای الکتروشیمیایی می‌بینیم، آقا تامین انرژی مثلا باتری‌ها، سلول‌های سوختی، تولید مواد مثلا آبکاری، برق‌کاف، مثلا سدیم کلرید مذاب، با اندازه‌گیری و کنترل کیفیت از به اصطلاح شاخه‌های الکتروشیمی. ببینید بچه‌ها، میرسیم سراغ واکنش‌های اکسایش و کاهش. ببینید اکسایش به معنای از دست دادن الکترونه. ببین اینجا برات زدم، اکسایش به معنای از دست دادن الکترونه. میبینید آه همیشه افی دوباره مثبت برای دو تا الکترون پایین زدم، و کاهش به معنای گرفتن. آقا گرفتن چیه؟ منظورم گرفتنه، برای درک میگم به معنای گرفتن الکترونه. میبینی سی یو دوباره مثبت دو تا الکترون گرفته، شده به اصطلاح سی یو. پس میشه این اکسایش از دست دادن، کاهش گرفتن. خب ببین، شیمی دانان به هر یک از فراینده از دست دادن و گرفتن الکترون نیم واکنش میگن. حالا میخوام ببینیم نیم واکنش چیه. آقا نیم واکنش اکسایش نیم واکنشیه که توش داره الکترون از دست میره و همیشه الکترون سمت راسته. نگاه کن، همه این نکاتو من برات زدم، الکترون سمت راسته به معنای از دست دادن الکترون. آقا نیم واکنش کاهش چیه؟ نیم واکنشی که داره گرفتن الکترون، کاهش داره اتفاق میفته. ببینیم بچه‌ها، توی نیم واکنش کاهش الکترون همیشه سمت چپه. الان اکسیژن برای 4 تا الکترون میده، دو تا او دوباره منفی هستش. پس اینم بس. آقا چند تا نکته. یک، بچه‌ها نیم واکنش‌ها همیشه همزمان و کنار همدیگه رخ میدن. دو، این نیم واکنش‌ها از لحاظ جرم، یعنی موازنه جرمی، و از لحاظ موازنه بار هم باید همیشه موازنه باشن. این نکته رو راجع به نیم واکنش‌ها داشته باش. آقا اینجا مثال زدم، تخته رو داشته باش، اکسیژن نافلزی فعال است که با عقرب فلزها واکنش میدهد و آنها را به اکسید فلز تبدیل میکند، در حالی که با برخی از فلزها مثل طلا و پلاتین واکنش نمیده. آقا در واکنش های اکسایش کاهش به موادی که باعث انجام واکنش اکسایش کاهش در دمای مقابل خود میشوند، در ماده مقابل خود میشوند، به ترتیب اکسنده و کاهنده میگن. آقا اینو گوش بده، عکس بازی، تفاوت بازی، پرسپولیس، استقلال، روز، شب، گونه‌ای که اکسایش پیدا میکنه نمیشه بشه اکسنده. اکسایش اکسنده بر یک وزن، پس اکسایش میشه کاهنده، و گونه‌ای که داره کاهش پیدا میکنه نمیتونه کاهنده باشه که بر یک وزن، کاهش میشه اکسنده. اکسایش کاهنده، کاهش اکسنده. اینجوری یاد بگی، منطقیشو میخوای برای اونایی که مفهوم میخوان بنوری مفهوم بگو. باشه، اکسایش یعنی چی؟ یعنی از دست دادن الکترون. خب باعث میشه چی؟ خب این الکترون رو به یه گونه دیگه میده. من الان پول دارم، پولمو میدم به آقای به اصطلاح تصویربردار. خب من پولمو از دست دادم، آقای تصویربردار گرفته. اکسایش هم همینه، من الکترونمو از دست دادم، آقای تصویربردار الکترون منو گرفته، پس آقای تصویربردار کاهش پیدا کرده. به خاطر همین به من میگن کاهنده، سبب کاهش یک فلز دیگه میشه. از طرفی کاهش چیه؟ الکترون میگیره. خب الکترون از کجا میگیره؟ از من باید بگیره، پس سبب اکسایش من میشه. به خاطر همین بهش میگن به اصطلاح اکسنده. پس اونی که اکسایش پیدا میکنه نقش کاهنده، اونی که کاهش پیدا میکنه نقش به اصطلاح اکسنده رو داره. بفرما. اما موازنه واکنش های اکسایش و کاهش، ببینید بچه، واکنش های اکسایش کاهش از دو تا نیم واکنش اکسایش و کاهش اتفاق افتاده. در حقیقت از لحاظ جرمی، از لحاظ بار، از لحاظ تعداد الکترون، اینا همه باید با هم موازنه باشه. برای شما اینجا مثال زدم، آقای بنواری نگاه کنید، دقیقا نوشتم اینجا، باید همزمان و همواره باشن، به طوری که تعداد الکترون های تولید شده و مصرف شده شون باید با هم دیگه برابر باشه. یک معادله موازنه شده در واکنش های اکسایش و کاهش معادله است که هم از نظر جرم و هم از لحاظ بار الکتریکی موازنه باشه. آیا بمانیم مثال بزن؟ باشه، مثلا اینجا میگم Zn میده Zn دوباره مثبت. خب باید دو تا الکترون هم داشته باشه. چرا آیه بنواری؟ چون اینور وقتی خنثی اومده باید خنثی بشه، دوباره مثبت دوباره منفی خنثی میشه. مثلا Fe دوباره
مثبت شده FE. خب تعداد آهنا برابره ولی باید از لحاظ بارم موازنه باشه، پس اینجا باید دو تا الکترون بگیره چون اینور حالت خنسا داره، پس سمت چپم باید حالت خنسا داشته باشه. FE دوباره مثبت، دو تا الکترون یک بار منفی میشه دوباره منفی، بارها با هم خنسا میشن. اما بریم یکی از مباحث فوق العاده مهم عدد اکسایش، قطعاً در امتحان خرداد ما از این قسمت سوال داریم. آقا عدد اکسایش یک اتم در یک ترکیب برابر با تعداد الکترون هایی است که اون اتم برای تبدیل شدن به اتم خنسا میگیره یا از دست میده. بچه ها مفهوم عدد اکسایش، خواهش میکنم اینا رو یاد بگیرید. عدد اکسایش صفر یعنی اتم خنساه، عدد اکسایش مثبت یعنی از دست دادن الکترون، و منفی یعنی گرفتن الکترون. یادت باشه وقتی تو داری میگی از دست میدی، مثلا تو یه ترکیب تو یه ساختار میگی آقا اینجا مثلا کربن داره از دست میده الکترونو، خب میشه مثبت، کربن داره الکترونو میگیره میشه منفی، پس اینو داشته باش. نکته نگاه کن، برای تمام اتم ها در حالت عنصری عدد اکسایش صفره. بنواری مثال بزن، مثل اکسیژن، مثل نیتروژن، مثل کربن، مثل پیچار، اینا در حالت عنصریشون چون قرار دارن عدد اکسایش صفره. نگاه کن در واکنش های اکسایش و کاهش، گونه ای که الکترون از دست داده اکسایش یافته و با افزایش عدد اکسایشه، و گونه ای که الکترون گرفته کاهش یافته که به همراهی به اصطلاح داره کاهش اتفاق میفته. یعنی چی های بنواری؟ مثال بزنم. چشم، مثلا Zn به علاوه Cu دوباره مثبت میدهد Zn دوباره مثبت به علاوه Cu. گفتم در حالت عنصری صفر، اینجا Zn صفر بوده تبدیل شده به مثبت دو. دو واحد افزایش، افزایش یعنی اکسایش، اکسایش پیدا کردن یعنی کاهنده بوده. نگاه کن، ولی اون ور قضیه الان Cu اینجا دوباره مثبت بوده تبدیل میشه به صفر، دو واحد کم شده، کم یعنی کاهش، نقش اکسنده. درود بر تو. این جدول خیلی مهمه، این جدولی که توی حالا این کاد هستش خیلی مهم هستش. آقا قواعد تعیین عدد اکسایش اتم ها، موارد زیر میتواند در تعیین عدد اکسایش به شما کمک کنند. آقا عدد اکسایش عنصرها به شکل فلان یا مولکولی همیشه صفره. نکته دوم، عدد اکسایش عنصرها در حالت یونی، بچه ها نگاه کن، در حالت یون های تک اتمی برابر با بار یونشون هست. مثال سدیم یک بار مثبت، منیزیم دو، آلومینیوم سه بار مثبت، سی ال منفی، او دوباره منفی، ان سه بار منفی، میبینی؟ پس یون های تک اتمی برابر با همون به اصطلاح بارشون میشه. نکته دوم، در همه ترکیبات عدد اکسایش فلزات گروه اول برابر با مثبت یک و گروه دوم برابر با مثبت دو. الان اینجا کلسیم مثبت دو، اینجا منیزیم مثبت دو، پتاسیم مثبت یک و سدیم هم اینجا مثبت یک داره. در همه ترکیبات عدد اکسایش فلور بچه برابر با منفی یک. در ترکیبات مختلف عدد اکسایش اکسیژن برابر با منفی دو، اما استثنا داریم. مثلا در پروکسید عدد اکسایشش منفی یک، یا در ترکیب فلان مثبت دوه. میبینی این دوتا ترکیب ها خیلی مهمن ها، استثناش رو بونم. 6 ترکیبات مختلف هیدروژن با غیر فلزات عدد اکسایش مثبت یک، یعنی با غیر فلزات باشه نافلزات و با فلزات منفی یک. نگاه کن الان اینجا، خب مثلا اینجا برای منیزیم Mg دوه بچه، سه نیست، منفی یکه، اینجا منفی یکه چون با فلزه، ولی اینجا چون با نافلزه مثبت یک، اینجا با فلزه منفی یک، اینجا با نافلزه اکسیژن به اصطلاح مثبت یک، اینجا با نافلزه مثبت یک. میبینی عدد اکسایشو برای شما مثال زدیم. اما بریم اینجا 7، اغلب نافلزات و فلزات واسطه عدد اکسایش گوناگون در ترکیبات خود دارن. بچه ها مثلا میبینید مس صفر توی این ترکیب مثبت یک، چرا؟ چون Cl اینجا منفی یک. ما برای به دست آوردن عدد اکسایش چیکار میکردیم؟ میگفتیم توی ترکیب باید خنثی بشه، میشه x به علاوه منفی یک مساوی با سه، پس x میشه مثبت یک. الان اینجا چی میشه؟ میشه x به علاوه دو در منفی یک
مساوی با 3 پس x میشه مثبت 2. یادت باشه همیشه عدد اکسایش مجموعش توی یک ترکیب باید ترکیب خنسا برابر با 0 باشه، اما اگه ترکیب یونیت چند اتمی باشه برابر با بار یون میشه. نگاه کن، برای یک یونیت چند اتمی مجموع عدد اکسایش برابر با بار یون و با در نظر گرفتن علامت اون میشه. آیا ببینید مثال بزنید چشم، مثلا میگن SO4 دوباره منفی، SO به دست بیاد میشه x به علاوه 4 تا اکسیژن که منفی 2 مساوی با منفی 2، این میشه منفی 8 بره اونور x میشه مثبت 6. پس میبینی دیگه اینجا برابر با 0 نیست. اما تعیین عدد اکسایش اتم ها با استفاده از ساختار لوئیس با توجه به مراحل زیر عدد اکسایش هر یک از اتم ها رو به دست میاریم. یک، ساختار الکترون نقطه یعنی لوئیسش رو رسم میکنیم. دو، برای هر جفت الکترون پیوندی موجود میان دو اتم یکسان، دو اتم یکسان مثلا کربن کربن، کربن کربن، هیدروژن هیدروژن، به هر کدوم یک اتم یک الکترون نسبت میدهیم. اما اگر دوتا اتم متفاوت بود، اونی که خصلت نافلزیش بیشتره به اصطلاح اتم رو میگیره. و یادآوری اینجا برای شما آوردم که خصلت نافلزی در دوره از چپ به راست افزایش پیدا میکنه، ولی در گروه از بالا به پایین کاهش پیدا میکنه و همه الکترون های ناپیوندی روی هر اتم رو به همان اتم نسبت میدهیم و تعداد الکترون های نسبت داده شده بچه عدد اکسایش از این فرمول به دست میاریم، میشه رقم یکان شماره گروه اتم منهای تعداد الکترون های نسبت داده شده. آی بنوری مثلا مثال بزنم چشم، مثلا نگاه کن توی متان به تو میگن H H H H، اینجا الان کربن گروه چنده؟ 14، پس میشه 4 منهای، چون خصلت نافلزی کربن بیشتر از هیدروژن پس اینا رو میگیره میشه 2 4 6 8، 4 منهای 8، پس عدد اکسایش کربن اینجا منفی 4 هستش. اما بریم سراغ سلول های گالوانی که میخوایم بحث بکنیم سلول های گالوانی چی هستن و کم کم کار رو برای شما جلو ببریم. سلول گالوانی میگیم الکترود به یک تیغه فلزی که در محلولی از کاتیون های آب پوشیده خودش قرار داره ما الکترود یا نیم سلول گفته میشود. حالا ما دو نوع الکترود بچه داریم، آناد، الکترودی که در اون نیم واکنش اکسایش اتفاق میفته بهش میگیم نیم واکنش آنودی، و کاتود، در سطح آن کاهش اتفاق میفته بهش میگیم نیم واکنش کاتودی. آقا خیلی واضحه، آنود که الف داره اکسایش هم الف داره، نیم واکنش آنودی. کاتود که که داره نیم واکنش کاهش هم که داره. من اینجوری یاد گرفتم، به تو هم دارم اینجوری یاد میدم، آنود اکسایش، کاتود کاهش. درود بر تو. اما ما بین الکترودها یه دیواره متخلخل هم قرار داره. وظایفش: یک، مانع مخلوط شدن مستقیم و سریع الکترودها، دو، اجازه نفوذ و عبور آنیون ها به سمت آنود و کاتیون ها به سمت کاتود رو میدهد، سه، باعث خنسا ماندن محتویات هر دو نیم سلول از نظر الکتریکی میشود، و چهار، مانع تجمع بار الکتریکی در دو نیم سلول و قطع جریان الکتریکی میشود. اما الان میخوایم بریم هر آنچه که در سلول گالوانی نیازه رو بلد باشیم. آقا آنود قطب منفیه، الکترون خارج میشه، کاتود قطب مثبت، الکترون وارد میشه. جهت حرکت الکترون ها بچه از آنود قطب منفی به سمت کاتود قطب مثبت. توی سلول گالوانی دارم مثال میزنم بچه ها، این در سلول گالوانیه، بعدم بهت میگم سلول الکترولیتی تو گالوانی آنود منفی کاتود مثبت، ولی در الکترولیتی آنود مثبت کاتود منفی، فقط تفاوتشون همین. آقا اینها کاتیون ها به سمت کاتود، اینها کاتیون ها به سمت کاتیون ها به سمت کاتود، و آنیون ها به سمت آنود حرکت میکنن. اگر توسط دو الکترود بخوایم سلول گالوانی تشکیل دهیم، فلزی که کاهنده تره نقش آنود، کاهنده تر یعنی تمایل به اکسایش یافتنش بیشتره، پس نقش آنود داره. در رسم سلول گالوانی آنود بچه ها در سمت چپ، کاتود سمت راست. این نکات خیلی مهمن بچه ها، هر آنچه که نیاز داریم اولین اینها برای نوشتن نام سلول گالوانی ابتدا نام آنود و سپس نام کاتود میاد. الان اینجا نگاه کن، مثلا سلول گالوانی مس نوره، الان مس رو میاریم، بس یعنی مس نقش آنود و
که آنود آن مس و کاتود آن نقره، به این صورت میاریم. آقا با گذشت زمان جرم تیغه آنودی کم میشه، چرا؟ داره اکسایش پیدا میکنه، مصرف میشه. ولی با گذشت زمان جرم تیغه کاتودی زیاد میشه، چرا؟ چون داره الکترون رو میگیره. اینم از بحث سلول گالوانی. آقا نیروی الکتروموتوری EMF، میگیم ولتاژی که ولتسنج در سلول گالوانی نشان میدهد، اختلاف پتانسیل میان دو نیم سلول است که به نیروی الکتروموتوری معروفه. نیروی الکتروموتوری بچه با EMF نشون میدن. اما اندازه‌گیری بچه EMF یک نیم سلول کار آسانی نیست و دشواره. ما باید بیان چیکار کنیم؟ باید بیان یک رفرنس بذاریم، بگیم مثلا این رفرنس یک عددی بهش نسبت بدیم، بعد تمام نیم سلول ها را نسبت به اون بسنجیم. این نیم سلولی که مرجع ما هست بهش میگن شی، همون نیم سلول استاندارد هیدروژنه که ای صفرش یا همون ولتاژش رو صفر در نظر میگیریم. اینجا هم برای شما نوشتم اندازه‌گیری پتانسیل نیم سلول. تخته رو نگاه کن، شیمی دارم برای اندازه‌گیری پتانسیل نیم سلول ها، نیم سلول استاندارد هیدروژن شی را به عنوان مبنا انتخاب کردن و پتانسیل اون را برابر با 0 ولت در نظر گرفتن. سپس با تشکیل سلول گالوانی از هر نیم سلول باشی تونستن به اصطلاح نیم سلول پتانسیل بقیه را به دست بیارن. آقا ویژگی های پتانسیل چی؟ 1 باید حتما فشار 1 اتمسفر باشه، 2 باید دمای اتاق باشه، و 3 غلظت اون به اصطلاح اسید شما که هستش باید 1 مولار باشه. این ویژگی هایی که گفتم نگاه کن الان منو داشته باش: دما 25، فشار 1 اتمسفر، و غلظت هم برابر با 1 مولار باشه که ما بهش میگیم شی. بچه و پتانسیل به این صورت ای صفر شی برابر میشه با 0.03 ولت در حقیقت. بیانجا حالا این نکات بر اساس ای صفره که جلوتر جدولشو دارم، ولی اینجا از روش روخونی میکنه. آقا هر چیز ای صفر الکترودی بیشتر باشه، قدرت الکترون گیرندگی یا اکسندگی کاتیون آن بیشتر است. هر چه ای صفر الکترودی کمتر باشه، یعنی منفی تر باشه، قدرت کاهندگی الکترونی فلزش بیشتر هستش. و جهت تغییرات اکسندگی و کاهندگی رابطه عکس داره، یعنی فلزی که قدرت کاهندگیش بیشتره یونش قدرت اکسندگیش ضعیفتره، و بالعکس فلزی که قدرت کاهندگیش از همه کمتره یونش قدرت اکسندگیش از همه بیشتر هستش. و اینجا برای شما مثال زدیم، مثلا Mg دوباره مثبت قوی ترین کان Mg بچه ها نه Mg دوباره مثبت فلز منیزیوم قوی ترین کاهنده میشه، اما یون Mg دوباره مثبت ضعیف ترین اکسنده هستش. قوی ترین کاهنده لیتیوم میبینی، و قوی ترین اکسنده به اصطلاح فلور هستش. اما یه جدول آوردیم برای شما، یه سوال از امتحان نهایی، میگیم با توجه به جدول زیر پاسخ دهید کدام گزینه قوی ترین کاهنده است. بچه برو دنبال منفی ترین. منفی ترین آلومینیومه، گفته کاهنده. برای کاهنده ما باید فقط سمت راست رو نگاه کنیم، پس قطعا آلومینیوم میشه. چرا؟ چون ای صفرش از همه کمتر هستش. میگیم آیا محلول هیدروکلوریک اسید را میتوانید در ظرفیت جنس فلز مس نگهداری کرد؟ بله بچه. چرا؟ چون ای صفر در حقیقت میبینید هیدروژن شما کمتره یا مس بیشتر، این 34%، پس میتونیم نگهداری بکنیم و واکنشی هم اتفاق نمیفته. اینم از این سوال. اما نکته، این دوتا نکته خیلی مهمه. فلزاتی که قدرت الکترون دهی کمتری نسبت به اچ مثبت داشته باشن، یعنی فلزات بالاتر از هیدروژن، در جدول سری الکتروشیمیایی ظروف مناسبی برای نگهداری اسیدها می باشن. مثل همین سوال قبلی که الکرم، همین نکته تو خرداد 1400 سوال اومده. به به. 2 کاتیون یک فلز با محلول نمک فلز را می توان در ظروفی از جنس فلزهای بالاتر از آن در سری الکتروشیمیایی نگهداری کرد، چون فلز بالاتر نمی تواند به کاتیون فلز پایینتر الکترون داد. خیلی مهمه این نکات، خیلی خیلی مهم است. اما تعیین EMF سلول، بچه EMF سلول فرمولش اینه، میشه ای صفر کاتود منهای ای صفر آنود. بنواره یه روش بدیگه اینو بنویس، ولی همیشه بزرگه رو از کوچیکه کم کن، بزرگه رو از کوچیکه کم کن.
خیلی واضحه. بزرگه قطعا مثبت است، اگه یکی مثبت یکی منفی بود بزرگه میشه مثبت، منهای کوچیکه که منفی هستش. و یادت باشه عزیزم، یادت باشه که توی منفی ها هرچی به صفر نزدیکتر عدد تو بزرگتره ها، حواست باشه. الان مثلا به تو بگن منفی 1.2 بزرگتر یا منفی 2.4 میشه منفی 1، میشه بزرگه این منفی 1.2 منهای 2.4 میشه بر فرض مثال، و ای ام اف به دست میاد. اما بریم سراغ سلول سوختی هیدروژن، اکسیژن رو مورد بررسی قرار بدیم. آقا رایج ترین سلول سوختی سلول هیدروژن و اکسیژن است، دستگاهی که در آن گاز هیدروژن با گاز اکسیژن به صورت کنترل شده واکنش میده. بچه جلوتر شکلش هم داریم. هر سلول سوختی بچه اینا سلول گالوانیه دیگه، از سه قسمت تشکیل شده به اصطلاح قشا، الکترود، آنود و کاتود. در سلول سوختی ماده سوختنی ما هیدروژن وارد بخش آنودی خیلی مهمه، پس هیدروژن وارد بخش آنودی و گاز اکسیژن وارد بخش کاتودی می شود و در این سلول آنود و کاتود داره کاتالیزگرهایی هستن که باعث افزایش سرعت می شوند. بچه‌ها نیم واکنش آنودی می بینید، نیم واکنش آنودی اکسایش اتفاق می افته، الکترون سمت راسته بله، و در نیم واکنش کاتودی کاهش اتفاق می افته، الکترون ها رو می گیره و کاهش اتفاق می افته و ما توی سلول سوختی آبو میتونیم به دست بیاریم. واکنش کلی بچه ها همیشه یادتون باشه، شما وقتی میخوای واکنش کلی رو به دست بیاری باید تعداد الکترون هات برابر باشه. پس این واکنش هم ضرب در 2 میکنه، میشه 2 تا H2 میدهد 4 تا H مثبت به علاوه 4 تا الکترون. حالا این 4 تا الکترون ها با هم میره، این 4 تا H مثبت با هم میره، واکنش کلی رو میبینی؟ اینها واکنش کلی. پس یادت باشه برای اینکه واکنش کلی رو بخوای به دست بیاری، وقتی که بتونی این واکنش آنودی یا کاتودی دادن یا نیم واکنش اکسایش یا کاهش دادن، برای اینکه جمع کنی قطعاً باید تعداد الکترونات برابر باشه. چرا؟ چون ما در واکنش نهاییمون و در واکنش کلیمون به اصطلاح نباید الکترونی وجود داشته باشه و باید تمام ترکیبات به صورت حالا خود حالت عادیش باشن، الکترونی نباید باشه. خب بریم سراغ ادامه کار. خب میگیم چون واکنش کلی سلول سوختی به صورت سوختن یک ماده مانند هیدروژن است، به این دلیل به این سلول سلول سوختی گفته میشود. بچه سلول سوختی سه تا دو تا ویژگی داره. یک، جریان مداوم واکنش دهنده به سلول و خروج مداوم جریان الکتریکی، تبدیل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی. چرا؟ چون ما دو نوع سلول داشتیم، گالوانی، الکترولیتی. تو گالوانی انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل میشد، ولی در سلول الکترولیتی ما به کمک جریان برق، به کمک یک منبع انرژی، یک واکنشی رو جلو میبردیم. پس حواست باشه این نکته رو بنویس عزیز من که در واکنش در این در سلول های گالوانی انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه، اما در سلول های الکترولیتی انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل میشه. یعنی ما به کمک جریان برق، به کمک یک منبع انرژی، به کمک یک باتری، یک واکنش شیمیایی رو پیش میبریم و جلو میبریم. اینها در سلول سوختی علاوه بر انرژی الکتریکی آوار نیست تولید میشه. آقا این جدول پتانسیل کاهشیه، بیا رو تخته شاگرد عزیزم. هیدروژن که صفره که هیچی، اینایی که پایین‌ترن منفی‌تر، قدرت کاهندگیش بیشتره. کدوم؟ منیزیم الان کاهندگیش بیشتره آلومینیومه، آلومینیوم بیشتره منگنز، منگنز بیشتره Zn، Zn بیشتره Fe، Fe بیشتره قلب، قلب بیشتره هیدروژن Cu. ولی از لحاظ اکسندگی میبینی آیو سه بار مثبت، بچه آیو سه بار مثبت، نه آن آیو سه بار مثبت اکسندگیش خیلی خیلی بیشتره. پس یادت باشه الان یه سوال جلوتر دارن، اونی که فلزش کاهنده قوی تری، یونش اکسندگی ضعیف داره. آه این شکل کتاب درسیه که میگه در هر یک از روش‌های زیر مراحل تبدیل انرژی شیمیایی رو به انرژی الکتریکی نشون میده. با توجه به آن پرسش دهید، میگه در کدام روش اتلاف انرژی به شکل گرما بیشتره؟ قطعاً روش یک. چرا؟ آقا هر چقدر در یک واکنشی، در یک فرایندی تعداد فرایند شما بیشتر باشه، اتلاف انرژی شما هم بیشتره به شکل گرما، در نتیجه بازدهی شما هم پایین تره. نکته دوم میگه آقا کدام روش کارایی بالاتری داره؟ قطعاً روش دو یا همون سلول سوختی هستش. چرا؟
یک تعداد فرآینداش کمتره، دو اتلاف انرژی به صورت گرما کمتره، و سه بازدهی این روش بالاتر هستش. پس این هم یکی از شکلایی که احتمال داره بیاد توی امتحان. ما تمام شکلا رو به شما میگیم. یعنی در سال گذشته بچه‌ها فرآیند حال اومده بود، یعنی فرآیند حال داده بود، ولی خب ما می‌بینیم احتمالی که آبکاری بیاد سلول سوختی هست، آبکاری مخصوصا هستش. و عرضم به خدمت شما برکافت سدیم کلرید، اینم رایج‌ترین سلوله. آقا میبینید که الان در سمت چپ که بحث آنودی هست، هیدروژن داره وارد میشه، تبدیل میشه، هیدروژن مصرف نشده داره خارج میشه. اینجا آنود شماست بچه‌ها، این آنود شماست که محل اکسایش شماست، و این کاتود شماست که محل کاهش شماست. خب آنود میاد اینجا تبدیل میشه دیگه، هیدروژن تبدیل میشه به دو تا اچ مثبت به علاوه دو تا الکترون. خب این اچ های مثبت میرن به سمت اینور، این الکترون ها هم طبق مدار بیرونی بازم از آنود به کاتودن دیگه، الکترون ها از آنود به کاتود هستن. توی این پایین هیدروژن به اصطلاح مصرف نشده خارج میشه و اینجا ما آبو به شکل بخار داریم، در حقیقت اونجا داره کاهش اتفاق میفته. بله، اما این سلول چیه؟ این سلول برق کافت آبه. برق کافت یعنی چی؟ کافت بچه به معنای تجزیه است. برق کافت یعنی واکنشی که با تجزیه جریان برق، ما به جریان برق رو به یک ترکیب میدیم سبب تجزیهش میشیم. یک نوع سلول الکترولیتی هستش. چرا؟ ببین دلیلش اینه، خوب گوش کن. الان آنود که میشه محل اکسایش، کاتود میشه محل کاهش. پس الان در نیم واکنش آنودی چه اتفاقی میفته؟ نیم واکنش آنودی تو باید اکسایش تو اتفاق میفته. تخته رو داشته باش، من این شکل رو دارم. آقا آنود و کاتود رو مشخص کردم، آنود به معنای از دست دادن الکترون و اکسایش، کاتود به معنای کاهش هستش. اوکی، پس من الان اتفاقی که برای من میفته چی هستش؟ اتفاقی که برای من میفته اینه که در نیم واکنش آنودی من باید اکسایش اتفاق بیفته. اکسایشی که اتفاق میفته این هستش که دو تا H2O در حقیقت میشه چهار تا H مثبت به علاوه چهار تا الکترون به علاوه اکسیژن. میبینی اکسایش الکترون سمت راست واکنشه و یک مول اکسیژن تولید شده. اما در نیم واکنش کاتودی چی؟ در نیم واکنش کاتودی شما در حقیقت باید و باید کاهش اتفاق بیفته. کاهشی که اتفاق میفته این هستش که چهار تا آب به علاوه چهار تا الکترون در حقیقت داره کاهش اتفاق میفته دیگه. اوکی، چهار تا OH منفی H2O. حالا من الان واکنش کلی رو بخوام بنویسم چه اتفاقی میفته؟ اینها من واکنش کلی رو میخوام بنویسم شاگرد عزیزم. خب این الکترون ها با هم خط میخورن. اوکی، اینجا 6 تا آب داریم. بچه ها یادت باشه اینجا رو نگاه کن، منو 4 تا H مثبت با 4 تا OH منفی 4 تا آب میده، با این 4 تا آب میره. پس حواست باشه اگر اینو با این زدن، پس میشه 2 تا آب میدهد اکسیژن به علاوه دو تا هیدروژن. پس توی این شکل، توی این شکل اینجایی که حج بیشتره در حقیقت اینجا داره نیم واکنش کاتودی رو نشون میده، و اینجایی که حج کمتره داره آنودی رو نشون میده. و نکته خدا در نیم واکنش کاتودی چون OH منفی داره تولید میشه، من اگر کاغذ pH رو بذارم به رنگ آبی دیده میشه. چرا؟ چون OH منفی بازه. درود بر تو، بریم جلو. اینم از این رنده زدیم بر پیکره برق‌ها.
بریم سراغ برکافت سدیم کلورید مذاب. آقا سدیم کلورید مذاب یعنی میخوایم برکافتش بکنیم. خب الان شکلش شما مشاهده میکنین. خب پس طبیعتا این یه نوع سلول الکترولیتیه، توی آنودش بعد اکسایش پیدا بکنه و در کاتود بعد کاهش پیدا کنه. حالا الان نیم واکنشی که در آنود داره انجام میشه، اینجا آنود بله مثبته چون سلول الکترولیتیه، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته Cl2 شما میده دو تا Cl منفی، بله دو تا الکترون، بله الکترون سمت راسته. و اونور چه اتفاقی میفته؟ توی به اصطلاح کاتود تو که منفیه داره کاهش اتفاق میفته، سدیم یک بار مثبت بله یه دونه الکترون میداد سدیم کلورید مذاب. پس میبینید به کمک جریان برق. آقای بیماری شما از کجا فهمیدین سلول الکترولیتیه؟ یه نکته بهت میگم عشق بکنی، هر کجا توی سلولت باتری منبع انرژی دیدی یا جریان برق دیدی قطعا الکترولیتیه، اما اگر چیزی ندیدی قالبانیه. تموش به همه راحتی. اینم از این. بله اینم بحث برکافت منیزیم کلوریده. شاگرد عزیزم ببین، منیزیم از آب دریا میگیره با OH واکنش میده، میدهد رسوب منیزیم هیدروکسید جامد، میان از صافی عبور میکنن بهش هیدروکلوریک اسید میزنن، میشه منیزیم کلورید اکوئس یعنی محلول. میان ذوبش میکنن به MgCl2L میرسه، یعنی به صورت مذاب. برکافتش میکنن چی میشه؟ منیزیم جامد، البته به صورت مذاب، بعد جامدش میکنن و بعد گاز کلور رو به اصطلاح به دست میارن و اینم یک نوع سلول به اصطلاح الکترولیتی هستش، یک نوع سلول الکترولیتی هستش که اینجا باز نیم واکنش، خوب گوش کن، نیم واکنش آنودی تو اکسایش کلور میدهد دو تا سیل منفی بلوی دو تا الکترون، اما نیم واکنش کاتودی تو کاهش اتفاق میفته، امجی دوباره مثبت بلوی دو تا الکترون میدهد منیزیم، حالا به صورت مذاب و بعد به صورت جامد درش میارن. اینم از این. اما تا کنون با دو نوع سلول الکتروشیمیایی آشنا شدیم. سلول گالوانی میبینی اینجا زدم که به اصطلاح انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه، اما در سلول الکترولیتی انرژی الکتریکی به انرژی شیمیایی تبدیل میشه. پس من یک بار دیگه اینجا بگم عزیزم، در سلول گالوانی انرژی شیمیایی تبدیل به انرژی الکتریکی میشه، اما در سلول الکترولیتی عکس اونه، انرژی الکتریکی داره تبدیل به انرژی شیمیایی میشه. درود بر تو، درود بر تو. بریم جلوتر. خب میرسیم سراغ زنگ زدن آهن. هر چیزی که نیازه رو من از این تمرین کتاب درسی میارم. زنگ زدن آهن، نیم واکنش اکسایشش بچه ها میشه Fe دوباره مثبت به علاوه دو تا الکترون. نیم واکنش کاهش، پس قطعا تو باید الکترون بگیری چون داره کاهش پیدا میکنه الکترون میگیری، اما باید برابر باشه. من میشه اینجا 4 تا الکترون، اوکی پس اونورم میشه 4 تا، 4 تا اکسیژن، اینجا هم یه دونه دو میذاریم، 4 تا هیدروژن یه دونه دو هم اینجا، درسته اونور باید 6 تا باشه بچه، بله پس اینجا میشه 6 تا، من موازنش هم کردم، 6 تا اکسیژن داریم اینجا. عرضم به خدمت شما، خوب گوش کن، یه لحظه بذار من موازنشو بکنم. ببینید وقتی که من میخوام اینو به دست بیارم تعداد الکترون ها باید برابر باشه، اینجا میشه 4 تا الکترون، پس وقتی این ور 4 بار منفی این ورم باید 4 بار منفی باشه، 4 تا اکسیژن داریم ما. خب الان 4 تا هیدروژن یه دونه دو میندازیم اینجا میشه 2 تا اکسیژن، پشت اینم یه ضریب 1 میذاریم، تموم شد. پس واکنش درسته باشه، 4 تا الکترون هستش. پس اینم بحث نیم واکنشه که ما به این میگیم نیم واکنش اکسایش،
بله اکسایش به معنای از دست دادن الکترونه و این نیم واکنش کاهشه. در حقیقت نیم واکنشه که غلظت اکسیژن بچا زیاده، یعنی اینجا داره اتفاق میفته. چرا؟ اکسیژن میاد با آب با الکترون تبدیل میشه به OH منفی، بازم اینجا OH منفیه. پس در نیم واکنش کاهش شما اگر کاغذ pH بذاری به رنگ آبی دیده میشه چون محیطه. حالا قسمت به میگه با توجه به اینکه زنگ آهن حاوی ایون آهن سه است واکنش، خب آقا Fe دوباره مثبت اکسایش پیدا میکنه به Fe سه بار مثبت به علاوه الکترون. و قسمت آخر میگه این فراورده نهایی خوردگی زنگ آهن است. زنگ آهن بچه FeOH3 نامش چی میشه آقای بنوری؟ بچه نامش میشه آهن سه هیدروکسید. آقای بنواری من یه سوالی دارم جانم. سوالم چیه؟ چه رنگیه بچه آهن وقتی زنگ میزنه؟ قهوه‌ای رنگه دیگه، قهوه‌ای رنگ هستش. حالا به شما میگه موازنه بکنی. خب من از این میخوام شروع بکنم. در حقیقت اینجا سه تا هیدروژن دارم، دوتا ذری مشترک بدم اینجا دوتا میشه، دو سه تا شش تا، اینجا یه سه تا باید داشته باشم. درود بر تو. سمت راست 6 تا اکسیژن دارم، 3 تا اینجا دارم، پس 3 دوم هم میذارم اینجا، تعداد آهنام 2. پس الان من کل این واکنش رو ضرب در 2 میکنم، میشه 4 6 3 4. واکنش من هم به این صورت موازنه شد، میشه 4 تا آهن، 6 تا آب، 3 تا اکسیژن و 4 تا. اما بریم سراغ اینم از زنگ زدن آهن. حالا بریم سراغ به اصطلاح محافظت از آهن. بعضی وقتا بچه آهن رو میان به اصطلاح با فلز روی میپوشونن، بعضی با فلز قلب. وقتی با فلز روی میپوشونن روی میگه جانم فدای آهن. پس روی چی میگه؟ آفرین. اینجا زن، من به روی میگم زن، زن میگه جانم فدای فری. احبه چقدر شوهرش دوست داره جانم فدای فری. چرا؟ چون اینجاست که ZN اکسایش پیدا میکنه، یعنی ZN تبدیل میشه به ZN دوباره مثبت به علاوه دوتا الکترون و نیم واکنش کاهش معلومه دیگه، اکسیژن به علاوه دوتا آب به علاوه چهار تا الکترون میده چهار تا OH منفی. پس اینجا به اصطلاح چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته توی اینجا به اصطلاح آهن گالوانیزه از آهن محافظت می شود. یعنی چی؟ یعنی آهن اکسایش پیدا نمی کند. بله. اما اگر بیان سطحشو با قلب پوشونن اینجا فری میگه فری جانم فدای قلب. پس دیگه اینجا اکسایشی که اتفاق میفته آهن اکسایش پیدا میکنه، اف ای دوباره مثبت ولی دو تا الکترون به دلیل بچه ای صفر منفی آهن نسبت به قلب و کاهشش هم مثل همون اتفاق میفته دیگه، او دو به علاوه آب به علاوه الکترون میده چهار تا اوچه منفی. پس میبینی اینجا دیگه اون اتفاق میفته. خب بریم سراغ ادامه داستانمون. فکر کنم الان باید برسیم به بحث آبکاری. آقا من آبکاری رو اینجا برات نکاتش رو مینویسم، تخته رو داشته باش. ببینید ما توی آبکاری دو تا جسم داریم، فلزی که به اصطلاح جسمی که ما میخوایم روش یک آبکاری انجام بدیم به کاتود وصل میشه و فلزی که قرار روی فلز دیگه قرار بشه به آنود یا قطب مثبت، کاتود یا قطب منفی وصل میشه. چی شد؟ تخته داشتش بذاریم من رنگ قلممو عوض بکنم. چی شد؟ ببینید جسمی که روکش
روی آن میاد، یعنی میخوایم مثلا یک قاشق، یک چنگال، یک کلید روشی روکشی بزنیم از طلا، از مس، از نقره، کجا وصل میشه؟ وصل میشه به کاتود، چون یک سلول الکترولیتی هست. کاتود تو میشه قطب منفی. خوب گوش کن نکاتشو. اما جسمی که قرار است روی ایکس بشیند، حالا میتونه مس باشه، نقره باشه، طلا باشه، به چی وصل میشه؟ به آنو، چون یه سلول الکترولیتیه، میشه قطب مثبت، میشه قطب مثبت. و یه نکته، محلول الکترولیت تو، محلول الکترولیت باید حاوی یونهای این فلز باشه. یعنی اگه مثلا نقره است باید حاوی آجی مثبت باشه، مس باید مثلا حاوی مس دوباره مثبت باشه، طلا باید حاوی آیو مثبت باشه. یعنی باید حاوی یونهای همون فلزی باشه که قرار روی جسم مد نظر ما بشینه. اینم بحث آبکاری رو کردیم. و بله، این هم بحث آلومینیوم، همانند دیگر فلزهای فعال در طبیعت به شکل ترکیب یافت می شود. از این رو بچه، این فرآیند حال در سال گذشته سوال بوده، به خاطر همینه که من میگم احتمال داره مثلا سلول سوختی بیاد یا برکافت آب بیاد. یعنی احتمال میدم سلول سوختی، برکافت آب یا آبکاری، چون حال که سال گذشته اومده. این واکنش خیلی مهمه بچه، که بله سه تا کربن میاد چهار تا آلومینیوم و شکلش هم میبینید بچه، این لوله ها گرافیتن. خواهش میکنم محل اینا رو یاد بگیرید، گرافیت، الکترولیت، آلومینیوم مذاب، گرافیت. آقا این گرافیت چیه؟ گرافیت در حقیقت نقش کاتالیزگر داره، یعنی سرعت واکنش شیمیایی رو زیاد میکنه. این هم از بحث فرایند حال هستش. اما بریم اینجا، میگیم با توجه، دقیقاً سوالشو آوردم، با توجه به شکل زیر که مربوط به فرایند حال برای تولید آلومینیوم است، بپرسش این فرایند در چه نوع سلولیه؟ قطعاً الکترولیتی. چرا آقای بنواری؟ چون به منبع جریان برق وصله. تموم شد، درود بر تو. خب تعیین کنین کدام بخش گرافیتیه، آ یا ب، نقش آناده. خب وقتی آناده تو به اصطلاح باید مثبت باشه، بخش بیه که به قسمت مثبته، پس بی تو میشه آنود با قطب مثبت. اینجا بخش آی تو میشه کاتود با قطب منفی. آقا میگه واکنش کلی هم بنویسید دیگه، واکنش کلی هم الان دیدید دیگه، در حقیقت میشد سه تا CO2 به علاوه چهار تا آلومینیوم، واکنشم موازنه میشه. و اما یه سوال دیگه حل بکنیم، میگیم شکل زیر ولتاژ ولسنج رو در سلول گالوانی خودش قید کرده، یک سلول گالوانی، این سلول کدوم کاهنده تر از فلز FE یا M؟ خب بچه ها توی گالوانی آنود قطب منفی بود، کاتود قطب مثبت بود. تو نکات گفتم فلزی که کاهنده قوی تریه نقش آنود داره که میخواد اکسایش پیدا کنه. خب اینجا آهنه، پس آهن نقش گفته نقش کاتود. اگر گفته کاتود میشه فلز ام بچه، من فکر کنم گفته آنود. فلز اگر بگه کاتود میشه ام، اگر بگه نقش آنود خب میشه آهن دیگه، مشخص کردیم. با انجام واکنش جرم کدام تیغه کاهش پیدا میکنه؟ اونی که اکسایش پیدا میکنه تو آنود قطعاً میشه آهن. خب میگیم کدام مورد یک یا دو جهت حرکت آنیون ها، آنیون ها که الف داره به سمت آنود میرن، آنود من سمت چپه، پس میشه واکنش دوم. کدام ذره، سوال خیلی حرفه‌ای بود، اف ای دوباره مثبت یا ام اکسنده تره؟ آقا من از لحاظ کاهندگی وقتی اف کاهنده تر از ام، پس یون ام مثبت اکسندگیش بیشتره، اف ای دوباره مثبت. این از لحاظ کاهندگی، کاهنده تر بوده که تو آنود بوده دیگه، اکسندگی همیشه عکس کاهندگی میشه. و اما پتانسیل به اصطلاح آهن رو داده، پتانسیل کاهش استاندارد امو میخواد. خب ای صفر سلول، ای صفر سلول میشد ای صفر کاتود ا اینها میشد ای صفر
کاتود منهای ای صفر آنود. خب الان پتانسیل ای صفر سلول از کجا باید به دست بیارم؟ از اینجا. یک ممیز 24 میشه یک ممیز 24 مساویه. من ای صفر کاتود رو میخوام. ایکس منهای منهای درسته؟ پس از اینجا x میشه 1 ممیز 24 منهای 0 ممیز 44. آقا این میشه مثبت دیگه، مثبت بره اونور کم میشه. پس ای صفر سلولمونو به دست میاریم 0 ممیز 87 ولت. منطقی هم هست. الان 0 ممیز 87 ولت منهای منهای 44 صدم در حقیقت به دست میاریم 1 ممیز 24. خب بچه ما اینجا دیگه اشتباهی تو محاسباتمون داشتیم. این یک ممیز صفر ممیز هشته همه، یعنی هشتاد صدوم. منطقی هم بگیه یک ممیز 24 منهای 44 صدوم میشه صفر، میشه به اصطلاح صفر شما، این میشه 12 میشه هشته هم. دقیقا جواب شما میشه هشته هم. منطقی هم هست. الان میخواییم این صفر سلولو به دست بیاریم، کاتود میشه هشته هم منهای منهای صفر ممیز 44، جواب میشه یک ممیز 24 ولت، همون چیزی که روی سلول گالوانی به ما نشون داده ولتاژ. و اما در آخر یک جدول برای شما آوردم که به شما دارم میگم عزیزم تنها تفاوت سلول گالوانی با الکترولیتی اینه که در گالوانی قطب منفی آنوده، قطب مثبت کاتوده، اما در سلول الکترولیتی قطب منفی تو کاتوده، اما نیم واکنش آنودی تو آنوده هر دوتاش، نیم واکنش کاتودی تو کاتوده، جهت حرکت آنیونا تو هر دوتا آنوده، جهت حرکت کاتیونا به سمت کاتوده تو هر دوتا و جهت جریان از آنود به کاتوده. تنها تفاوتی که داره اینه که آنود به اصطلاح توی سلول گالوانی آنود قطب منفی کاتود مثبت، اما در سلول الکترولیتی آنود مثبت کاتود منفی میشه. همین و همین. خب اینم از فصل دو. تونستیم برای شما به صورت حرفه‌ای جمع‌بندی بکنیم، کار رو جلو ببریم. قطعاً احتمال میدم از این شکلایی که حل کردیم یکی توی امتحان نهایی بیاد. حالا فرآیند حال اومده فکر نمی‌کنم شانسی داشته باشه، ولی خب ما هر آنچه که گفتیم و بلدیم. آبکاری، برکافت، برکافت آب، حالا سدیم کلرید مذاب و این شکل‌ها که برای بحث منیزیم بود و زنگ زدن آهن، هر آنچه که نیاز داشتیم و به شما گفتیم. اما یه نکته به شما بگم، خیلی از وقتا ما سردرگمیم، یعنی کارمون رو انجام میدیم نمیدونیم چیه. یه همایشی بود توش گربه ها شرکت میکردن، یه گربه اومد بیرون همینجوری داشت دور خودش میچرخید، یه گربه پیری رد شد، یه لگد زد بهش، گفت چی کار میکنی؟ گفت تو همایش به من یه جمله‌ای گفتن. گفتن چی گفتن؟ گفته که موفقیت گربه‌ها توی دمشونه، منم دارم میچرخم تا دمم رو بگیرم. گفت دیوانه، تو مسیر خودتو ادامه بده، موفقیت پشت سرش میاد. خیلی وقتا هم همینه، ما دنبال موفقیت میگردیم. شما کار خودتو ادامه بده، پر انرژی با انگیزه کار رو جلو ببر و میتره کنی. عرفان بنواری عاشقتونه، سفیر اهدافتون هستش. ما یه استراحت داشته باشیم، این دوتا قسمت که بارگذاری میشه توی سیستممون و بعد از اون انشالله توی دوتا پارت دیگه فصل 3 و فصل 4 رو براتون آپلود میکنیم، چرا که شما لایق بهترین ها هستیم. دوستتون دارم، موفق باشید. ساخته شدم من بی تو.